در تمام این 20 سال حتی یک بار مسیح علی نژاد اسم ارژنگ داوودی رو به زبون نیاورد. حتی یک بار. بیانیه‌های متعدد در حمایت از ارژنگ داوودی که یک نویسنده است، یک شاعر، معلم مدرسه پرتو حکمت توی سراح تهران ویلا تو خیابون ستارخان بود. مدرسه‌شو ازش گرفتن، خونه و زندگیش رو گرفتن، همه چیزش رو گرفتن. الان که ارژنگ از زندان اومده بیرون هیچی نداره. ارژنگ زندگی سلطانی داشت و اتفاقا برای مدتی ارژنگ خرج برادر خانم علی نژاد رو میداد، نه برادر واقعیش، برادر تنیش. مسیح علی نژاد یک برادر ناتنی داره که همه جا ازش یاد میکنه، دائم هر شب خونه همدیگه مهمونی هستن، به اسم احمد باطبی، که حتما فایل صوتی 22 دقیقه لاسرنشو با معاون وزارت اطلاعات محمد حسن جوادی خیلی از شماها شنیدید. و مجان برار مسیح علی نژاد خطاب میکنه احمد باطبی رو. و میدونید چه کسی باعث شد ارژنگ داوودی دستگیر بشه و به زندان بیفته؟ از خود ارژنگ داوودی خواهید شنید حالا که بیرون از زندانه، اما دستخطش رو هم که از درون زندان داده بود بیرون و فایل های صوتی که از درون زندان تونسته بود بفرسته بیرون، بهش تاکید کرده بود که شخص احمد باطبی با ارژنگ تماس میگیره، میاره ارژنگ رو سر قرار، جایی که وزارت اطلاعات میاد و ارژنگ رو دستگیر میکنه. احمد کنار ماشین وایساده بود و دقیقاً آورد توی تله ارژنگ رو و 20 سال ارژنگ زیر بدترین شکنجه ها توی تبعید، تبعید شد از زندان اوین، رفت به زندان بندرعباس، رفت به زندان زابل و بدترین شکنجه ها رو آخرش هم با واکر از زندان آزاد شد، با پاهای شکسته‌ای که بعد جوش می‌خورن. و مسیح علی نژاد حتی یک بار حاضر نشد اسم ارژنگ داوودی رو بیاره، چون یه وقت نکنه آب روی مجان برارش بره. اگر ما کسانی رو با این کیفیت بخوایم بپذیریم که قراره بیان به اسم فعال حقوق بشر و برای آینده کشور ما بخوان از حقوق بشر مردم بیچاره خسته ما دفاع بکنن، خیلی مشکل خواهیم داشت در آینده. خیلی. و جالبه همین مسیح علی نژاد که ارژنگ داوودی رو که طولانی ترین دوران زندان سیاسی رو توی این رژیم سپری کرد، اسمش رو یک بار حتی نیاورد و بارها و بارها تو برنامه‌های مختلف زنده مسیح علی نژاد براش کامنت می‌نوشتن، توی توییترش می‌رفتن براش می‌نوشتن، بلا فاصله بلاک می‌شدن. هر کی اسم ارژنگ داوودی رو می‌آورد بلاک می‌شد توسط مسیح و نوچه‌هاش. مسیح برای خودش یک خط از زندانیان سیاسی دروغین درست کرد و اون زندانیان سیاسی دروغین رو آورد بیرون کشور و بیرون کشور براشون از امنیستی اینترنشنال بیانیه گرفت، کردنشال درست کرد، خانم شاپرک شجری زاده یکی از همیناست. یعنی خط کسانی که توسط مسیح علی نژاد ساخته شدن تا نقش فعال حقوق بشر رو بازی بکنن و کسایی که زندانیان سیاسی واقعی هستن توی محاسبات مسیح علی نژاد وارد نمیشن. اون کسانی که خودش میسازه، همه چیز رو سعی میکنه تحت کنترل خودش بگیره، رسانه ها رو تحت کنترل خودش داشته باشه. حتی همین آخر توی مدیریت این انقلاب که شروع کردن ساختن، مسیح علی نژاد داره سعی میکنه کنترل همه چیز رو در دست خودش داشته باشه. خب اگر یک همچین کسی که هنوز بر خر مراد سوار نیست اینجوری داره برنامه ریزی میکنه و نقشه میکشه، اگر این آدم یک روزی بر خر مراد سوار بشه، ما آیا همون تجربه‌ای که با آن سان سوچی دنیا داشت که بهش جایزه صلح نوبل دادن، همون کسی که مسیح علی نژاد این طرح گل روی موهاش از اون دزدیده، این گل مال آن سان سوچیه، بزنید سرچ کنید ببینید. و وقتی که آن سان سوچی به قدرت رسید در میانمار، در برمه، انقدر جنایت کرد که حتی نوبل هم گفت آقا جایزه ما رو میشه، مؤسسه نوبل گفت جایزه ما رو میشه پس بدی، تو دیگه چه جنایتکاری بودی؟ یعنی ما باید منتظر باشیم تا مسیح علی نژاد وقتی به قدرت رسیدن با این رفتاری که داریم الان ازشون میبینیم بریم بگیم آ خانم خواهش میکنم نکش، کم بکش، کم حذف کن. اون موقع که اصلا فانتزی تو فضای مجازی فقط بهت نقد میکردن، بلاک میکردی، الان دیگه خود گردنها رو خواهی زد. کسی که فرهیختگی سیاسی اجتماعی لازم رو نداره
بسیار بسیار قدرت خطرناکه که بخواد قدرت رو به دست بگیره. این تو بحث حقوق بشر. اما تو بحث مسائل مالی، مسیح علی‌نژاد که تو کتاب خودش تاج خار مسیح از همون موقع که داشت این کتاب رو مینوشت خودش رو با مسیح مقایسه میکرد و تاج خار مسیح رو داره مثال میزنه که وای دردهای عیسی مسیح بهش وارد شده. کسی که حتی یک بار بازداشت نشده، مسیح علی نشاد، حتی یک بار زندانی نشده، حتی کوچکترین پرونده‌ای هم براش تشکیل نشده، و وقتی که اومد، اشاره کردید همتون، وقتی میاد میره به انگلستان برای ادامه تحصیل میره و بعد با نامه محمد قوچانی میاد آمریکا تا بیاد مصاحبه بکنه با رئیس جمهور وقت آمریکا باراک اوباما که موفق نمیشه و تصمیم میگیره همینجا دیگه با کمک کامبیز فروهر بمونه و بعد دیگه همه مسائل دیگه. اما این وسط یک سری مسائل دیگه هم اتفاق میفته. تو تاج خار خودش مینویسه که از بچگی دزدی میکرد. خودش مینویسه، ما نمینویسیم. میگه از باغ رمزون دکتر دزدی میکرد. بعد میگه توی مدرسه که رفت از کمد معلم ها دزدی میکرد. از یخچال معلم ها غذای معلم ها رو میدزدید. اینا هیچ کدوم رو من ننوشتم، مسیح علی نژاد در کتاب تاج خار خودش نوشته. و وقتی که تو کتابش داره به مکالمه خودش و برادرش اشاره میکنه، برادره هی بهش میگه ای وای این کار رو یعنی کردی، اون کار رو یعنی کردی، مسیح یه جایی برمیگرده میگه تو هم بهتر نبودی یا تو مگه کم دزدی کردی؟ نصف کتابخونه شهرمون رو دزدیدی، کتاب نمیدونم چی کتابخونه یا کتاب فروشی شهر و فلان. و برادر و خواهر سر این که کی بیشتر دزدیده با هم جر و بحث میکنن که داد دیگه همسر نمیدونم برادرش هم در میاد که من دارم با دزد زندگی میکنم. و این خانم با اون سابقه دزدی که دزدی براش یک افتخاره، جوری که بعد که میاد بیرون تو سخنرانی های خودش میگه، میخنده که من از توی کیف دوستم ماتیکشو دزدیدم، همه هم قهقه میخندن، فکر میکنن شوخیه، خر برفت و خر برفت برای ما را میندازه، ولی کاملا جدی داره میگه. و فراموش نکنید این خانم هنوز بر خر مراد سوار نیست. اگر روزی سوارش کنید تمام خزانه کشور دستشه، تا هر چه عقده های دزدی های گذشته داشته همه رم بیاد خالی بکنه. اما این وسط آیا دزدی ها فقط این چیزها بود؟ نه، خیلی میره بالاتر از اینها. میره جایی که با کامبیز حسینی صحبت میکردم، جیگرش خون بود وقتی که برنامهش رو مسیح علی نژاد دزدید. برنامه تبلت مال مسیح علی نژاد نیست، برنامه تبلت برنامه پارازیت کامبیز حسینیه. همتون حتما پارازیت رو یادتون هست. برنامه پارازیت رو کامبیز حسینی براش یک استودیو میسازه توی نیویورک و دستیار کامبیز حسینی سامان اربابی بود، یادتون هست. استودیو رو با خون دل، خود کامبیز دیگه اشکش در اومده بود وقتی داشت برای من این چیزا رو تعریف میکرد، با خون و دل این استودیو رو اینور بکنه اونور بکنه، از صدای آمریکا بیاره استودیو رو بتونن بالاخره سوار بکنن. وقتی استودیو رو سوار میکنن، مسیح علی نژاد میاد میره قرارداد میبنده با کمک کامبیز فروهر شوهرش، با همدیگه کامبیز حسینی رو به کل میذارن کنار، کل برنامه کامبیز حسینی رو با استودیوی نیویورک، با دستیار کامبیز سامان اربابی، با دوربین های صدای آمریکا، با همه پرسنل با هم میدزده. این کارات بی اخلاقی محضه. من تمام چیزهایی رو که از خود من دزدیده مسیح علی نژاد اصلا دربارش صحبت نمی کنم، نمیخوام به هیچ وجه شخصیش بکنم، ولی میخوام درباره یک شخصیتی با هم بهش نگاه بکنیم که وقتی پای دزدی میاد مثل آب خوردن برای منافع خودش میدزده. تا این دزدی ها میاد انقدر بالا، همینجوری میاد جلوتر تا میرسه به اینجایی که کیسه میدوزه برای اموال بلوکه شده ایران. این اموال مال مسیح علی نژاد نیست، مال جیسون رضاییان نایاکی هم نبود که رفت و دادگاه رو برد و یک بخشیش رو کند، مال سعید عابدینی هم نبود که اون هم دادگاه رو هم خودش هم خواهرش برد و حتی به خواهرش برای اینکه فقط برای برادرش گریه کرد، خود سعید عابدینی برای من این رو گفت، 800 هزار دلار از محل اموال ایران دادن به اینا که خواهرش گریه کرده. مسیح علی نژاد برای این که برادرم زندان، خودش که هیچ وقت زندان نبود که، بازداشت نشد، هیچ اتفاق نیفتاد که، چون برادرم زندان بود من اینجا حالم بد بود،
بیایید بدید. میره فایل میکنه و به دلایل مختلف هی این کیس رو عوض میکنه. میاد میگه میخوان منو ترور کنن، میخواستن منو بدزدن، حالا بیایید فلان. اول که برای برادرم داشتم گریه میکردم، بعد هم جیسن میکنه کیس رو کلوفتر بکنه تا مبلغ 500 میلیون دلار درخواست میکنه از محل اموال مردم ایران که این رو بزنه به نام خودش. اول تکذیب میکنه، هر جا ازش میپرسن تکذیب میکنه، دروغ میگه، ولی بعد که آخرش میبینه دیگه نمیتونه دروغ بگه، میگه میخواستم بدم به مردم ایران. آره اگه میخواستی بگی چرا بلند نگفتی از همون اول به همه که میخوای چی کار بکنی؟ و تو مسیح علی نژاد، تو که یک کمپانی میدیایی میای تأسیس میکنی که تو این کمپانی میدیایی از بچه ها فیلم دریافت میکنی داخل کشور و این فیلم ها رو به شبکه های فارسی و انگلیسی میفروشی، پایه قیمت 10,000 دلار میذاری. وقتی سالومه اومد این رو یواشکی توی صحبتی مطرح کرد، خب سالومه رو هم از اونور کیوان عباسی تحت فشار میذاره. پسر مسیح علی نژاد داره برای کیوان عباسی کار میکنه، کیوان سعی میکنه پرسنل خودش رو حفاظت بکنه که سالومه دیگه درباره این چیزا حرف نزن، صداش رو در نیار. ولی از سالومه شنیدیم که چه فشاری مسیح علی نژاد روی کیوان عباسی گذاشته بود که برای یه دونه ویدیو 10,000 دلار باید بده کیوان عباسی، و آخرش هم کیوان داد. و این فقط اون یک مورد نیست، صدها مورد. یعنی اینکه بعضیا میان میگن، حالا آقای افشین جمع گرامی که خیلی هم من دوستشونم دارم، میفرمایند که 700,000 دلار گرفتن از دولت آمریکا برای این سالهایی که کار کردن، در برنامه‌ای کار کردن که این برنامه رو دزدید مسیح علی نژاد بماند. اما این 10,000 تا 12,000 دلار ماهیانه حقوق مسیح علی نژاده و این تنها در این کوچکترین منبع درآمد مسیح علی نژاده، کوچکترینشه. ماهی 10,000 تا 12,000 دلار حقوق صدای آمریکا کوچکترین منبع درآمدشه. فروش ویدیوهای بچه‌های مردم یکی از بزرگترین منابع درآمد مسیح علی نژاد. بره از من شک، مسیح علی نژاد من رو خیلی خوب میشناسه، همیشه سعی کرده همه جا ایگنور بکنه، نادیده بگیره، به روی خودش نیاره. اما فکر میکنم توی دفتر FBI که یک پرونده مشترک برای من و مسیح علی نژاد اونجا وجود داره، و طبق چیزی که FBI تکساس به من گفتن، مسیح علی نژاد همونجوری که اینها من رو درباره مسیح بریف میکنن هفتگی، مسیح رو هم درباره من گفتن که بریف دارن میکنن. وقتی که مسیح رو بردن به سیف هاوس، که راست میگفت بردنش، توی 3 تا نقطه مختلف توی شهر چرخوندنش، نگرانی از ترور وجود داشت، FBI اومد توی نیویورک، برد توی 3 تا منطقه مختلف توی شهر و مسیح رو چک میکردن با درون، با ماهواره و با ماشین FBI که ببینن آیا دیوایسی روی ماشینش. اینجا کار معمولیه که گویا اینجا انجام میدن برای مبارزه با تروریسم FBI، که حتی من پرسیدم آیا اینجا ما میتونیم رسانه‌ای بکنیم، گفتن بله. این کار رو با مسیح در نیویورک کردن، همزمان این کار رو با من در هیوستون تکساس کردن و به من گفتن ما باید، چون پرونده یکسانه، تهدید برای هر دوی شما وجود داره، ما باید هر دوتون رو بگیم. گفتم برای چی مسیح علی نژاد این وسط، برای چی تهدید برای اون وجود داره؟ اون که والا نه هیچ وقت دیدیم به سپاه پاسداران حمله کنه، نه هیچ وقت به رژیم حمله کنه. این صحبت مال 2-3 سال پیشه که هنوز اوج نگرفته خانم، و این رو من تا اینجاشو میدونم. پس ایشون خیلی خوب من رو میشناسه، توی بریفینگ های FBI با اون کسایی که مسئول کیسش هستن خیلی خیلی خوب میدونه، و دست به شکایتش هم که خیلی خوبه. بره از من شکایت کنه. اگر هر کدوم از این حرفا رو، هر کدومش رو میدونم، اون پایین الان نصیب داری گوش میکنی با همسرت، برو شکایت کن از من اگر هر چیزی رو دارم اینجا دروغ میگم. منابع درآمدی فراوان برای خودش دست و پا میکنه. بعد از دی 96 به ویژه وقتی که من و روح الله زن با مسیح علی نژاد تماس گرفتیم و شوهرش تلفن ما رو قطع کرد، مسیح قول داد برای تشکیل شورای انقلاب تماس گرفتیم باهاش. من رفته بودم نیویورک اون موقع برای مصاحبه با شنهنتی، از همونجا با روح الله هماهنگ کردم، با هم دیگه زنگ زدیم به مسیح که میخوایم شورای انقلاب رو تشکیل بدیم، میشه بیای همکاری بکنی؟ که استقبالکی هم کرد، ولی شوهرش فوری گفت نه قطع کن روی اینا، قطع کن. اوکی مسیح گفت باشه من هفته دیگه زنگ میزنم، و رفت که زنگ بزنه. این دی 96 بود. اما مسیحی که کوچکترین نقشی در شروع اعتراضات دی 96 نداشت، این اعتراضات رو
این سومین فایلیه که میخوایم دربارش صحبت کنیم. یه دفعه سطحش رو میکشه پایین، دو هفته بعد از اینکه رژیم به قول خودش دو هفته طول کشید تا بتونه جمع کنه اعتراضات رو، اعتراضاتی که هشتگ براندازم اگه یادتون باشه توی توییتر شد هشتگ اول، همه کسایی که چند ماه قبلش حتی رفته بودن به روحانی رأی داده بودن دیگه از اونجا به بعد به روحانی پشت کردن حتی، و شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا مال دی 96ه. مسیح وقتی که رژیم میبینه گویا دیگه قافیه بازی اصلاح طلب اصولگرا از دستش در رفته، با بازی روسری های سفید با مسیح میاد جلو، و توی این بازی اون خط حقوق بشری رو مسیح برای خودش میسازه، مثل همین خانوم شجری زاده و دار دسته همه اینها. خط روسری های سفید و دختران خیابان انقلاب، ویدا موحد کو؟ کی پیگیرشه؟ ولی ویدا موحد دختری که خب میره بالا بعد به عنوان یک فرصت دیده میشه توسط سازمان اطلاعاتی رژیم تا حالا نیروی خودشون رو این بر فعال بکنن، و مسیح علی نژاد میشه سر کرده و این رو میگیره دست و با این کمپین، کمپین براندازم رو تبدیل میکنه به کمپین نه به حجاب اجباری، و با این کمپین کتاب مینویسه، فیلم میسازه، سخنرانی میکنه. همین الان شما توی همین پوستر تبلیغاتیش که میبینید برای سخنرانی هاش هست، اینا خب اینجا وبسایت هایی هستن، ایجنت هایی هستن که برای کسایی که پابلیک سپیکر میشن میان براشون سپیکینگ فی مشخص میکنن که آقا هر جای میره مبلغش برای اینکه دعوتش کنیم برای سخنرانی چقدر باید باشه. مسیح و شوهرش ببینید توی تایتل چی مینویسن. تو تایتلشون همین کمپین رو میارن میذارن، کمپین آزادی های یواشکیشو میارن میذارن اون بالا، و با این عنوان مبلغ 20 تا 30 هزار دلار خود مسیح و شوهرش این فرم رو پر کردن. 20 تا 30 هزار دلار مبلغ برای خودش مشخص میکنه که این ور اونور دعوتش بکنن بره برای سخنرانی. منابع درآمد فراوان برای خودش دست و پا میکنه. فکر نکنید همون 700 هزار تایی فقط که سندش داره نوشته میشه توی صدای آمریکا وسط هست، به این ور اونور دارید میشنوید و میبینید. کسی که از ریخته شدن خون بچه ها برای خودش دلار میسازه، از ویدیوهای بچه ها که منجر به دستگیری و زندانی شدنشون میشه، وقتی هم تازه میگن بابا خب اینا دارن ویدیوهاشونو میگیرن میفرستن اینا دارن زندانی میشن، تو اینجا میگه نه شجاعته، بعد همین حرفو منتقل میکنه به صاحبکار پسرش کیوان عباسی، هر چی مردم توی همین انقلاب اعتراض کردن به تلویزیون مراتب، بابا نکنید چهره های مردمو نشون ندید، میگفتن نه اینا کیوان عباسی، میگم اینا شجاعت نشون دادن، خودشون بعدن خودشون نشون میدن، ما چرا نشون ندیم؟ و میدونیم ما درباره چه رژیمی داریم حرف میزنیم. برای مسیح علی نژاد مهم نیست چه بلایی سر مردم میاد، چه بلایی سر طعمه هاش میاد، کرکسیه که فقط میشینه همه رو جنازه هایی میبینه که فقط برای اینکه بشینه بخوره و بره بالاتر، هیچ چیز دیگه این وسط براش وجود نداره. و موارد خیلی، من چند تا فایل دیگه در این مورد هست که میخوام صحبت کنم، اما چون خیلی طولانی شد داشته باشید تا اینجا رو، اگر فرصت دیگه ای دست داد من بخش دوم این قضايا و اینکه مشکلاتی که ما با این آدم داریم چرا، یه دونه کوچولوش هم بگم بعد دیگه میسپارم برای بخش بعد. اما شاید یکی از بزرگترین هایی که باهاش داریم، مسیح علی نژاد تا میخورد کنار نایاکی ها، مسیح علی نژاد همونی که توی توییتر از تریتا پارسی تشکر میکنه که معرفیش کرده مسیح علی نژاد رو به کامبیز فروهر، اصلا این اصلا واسطه آشناییشون تریتا پارسیه، و تشکر میکنه، اون تبریک میگه، اون تبریک میگه به مسیح، و این تشکر مرسی که ما رو معرفی کردی. اینا دیگه چیزایی این که همش پابلیک انفورمیشنه، برید ببینید. مسیحی که در کنار تریتا پارسی نشست حرفهای نایاک رو فریاد زد و تا امروز داره حرفهای نایاک رو فریاد میزنه، کمپین نه تحریم نه جنگ، No sanctions, no war، مال نایاکه. توی تمام سخنرانی های مسیح علی نژاد شما این رو میشنوید. و جالبه مسیح علی نژادی که در دوران اوباما با مسئولین دولت اوباما میره ملاقات میکنه و دائم بهشون میگه که این تحریما خوب نیست، یه وقت نرید سراغش، با مذاکرات هسته‌ای موافقه، با برجام موافقه، با از سپاه پاسداران حمایت میکنه،
از لندن مقاله می نویسه به وزیر خارجه آمریکا، هرچی دهنش در میاد میگه شما غلط میکنید فکر این رو بکنید که سپاه پاسداران رو بخواید بذارید تو لیست گروه های تروریستی. شما کی هستید مگه؟ سپاه پاسداران داره از جان و مال و ناموس این مردم دفاع میکنه. این مقاله مسیح علی نژاد از لندنه که در روزنامه های داخل کشور چاپ میشه. بعد میاد میشینه پیش آمریکا یا پیش دولت آمریکا، مسئولین آمریکایی رو هر کدوم میبینه، میگه این تحریما داره به مردم فشار، همین حرفایی که عیناً نایاک میزنه، همون حرفا رو پشت پرده ها تکرار میکنه. تا جایی که وقتی پرزیدنت ترامپی که مسیح شبانه روز خودش و شوهرش رفتن بالا و اومدن پایین، فحش خواهر مادر به پرزیدنت ترامپ دادن، تو کمپین های علیه پرزیدنت ترامپ با پین کد و بلک لایوز متر شرکت کرد، رفت هم کلام و رفیق گرمابر گلستان شد با ایلهان عمر و رشید طلیب. ما همه این چیزها رو دیدیم از مسیح علی نژاد. بعد وقتی پرزیدنت ترامپ به قدرت میرسه، میاد تو رسانه فارسی میشینه یه حرف میزنه به مردم، وانمود میکنه. وقتی میره وزیر خارجه آمریکا رو ببینه، مثلا با رانت صدای آمریکا هم میره این کار رو میکنه که همیشه میگه من خبرنگارم، به عنوان خبرنگار وقت میگیره، همین کاری که الان داره میکنه با مکرون و با نخست وزیر هلند و با رانت خبرنگاری داره میره اینها رو میبینه، بعد وانمود میکنه که من به عنوان رهبر آینده ایران اینا دارن منو میبینن. بعد پشت پرده من اینجا شخصا از مایک پومپئو توی همین هیوستون شنیدم که میگفت برای چی مسیح علی نژاد وقتی که اومد برای دیدار من به هم گفت تحریم ها رو بردارید، این تحریم ها داره به مردم فشار وارد میکنه. پشت اتاق های دربسته به مسئولین آمریکایی حرف های نایاک رو میزنه، وقتی میاد جلوی دوربین 180 درجه از اون بر حرف میزنه. همین کاری که عیناً ما الان میبینیم علی احساسی و حامد اسماعیلیون میکنن. حامد اسماعیلیون و علی احساسی، علی احساسی نماینده پارلمان کاناداه، خواهرش مرجان احساسی بورد ممبر نایاک بوده، اینا با هم دیگه میشینن، علی احساسی و حامد اسماعیلیون تو پارلمان کانادا هیرینگ مثلا نشستن پاس میدن به هم دیگه که آره سپاه پاسداران به خاطر اون 10-15 هزار تا سرباز بهتره که کلش نره تو لیست گروه های تروریستی. حالا چند تا از سران سپاه پاسداران رو که ماشاءالله هر کدوم از سران سپاه هم 100 تا دست کم پاسپورت با اسمهای مختلف دارن، حتی تا قاسم سلیمانیش که اخیرا پاسپورتش با اسم دیگه ای رو شد اومد بیرون، از تو گاف صندوق یکی از مسئولین امنیتی عراق اومد بیرون. اون وقت اینا کلک نایاک اینه، همین کلک رو تو آمریکا هم میخواست بزنه، این کلک با پرزیدنت ترامپ نگرفت و به حرفشون گوش نکردن و سپاه رو گذاشتن تو لیست گروه های تروریستی، ولی این کلک رو نایاک میبره با کمک علی احساسی و حامد اسماعیلیون توی کانادا این کلک رو میزنن و کلک میگیره و دولت کانادا سپاه رو توی اوج این انقلاب نمیذاره تو لیست گروه های تروریستی. بعد جالبه بعد از اینکه این اتفاق میفته، علی احساسی و حامد اسماعیلیون تو تمام استیجا میرن بالا میگن سپاه باید بره در لیست گروه های تروریستی، IRGC تروریست. اه عزیزان، اگر IRGC تروریست چرا وقتی فرصتش دست داد آن کار دیگر کردید و حالا اوکی اشتباه کردید، بعدش چرا تا این لحظه ما از علی احساسی و تمام این تیمشون، مسیح که همین پیروز معاون وزیر خارجه کانادا رو شاکی کرد از سخنرانیش رفت بیرون، بعد اومد دروغ گفت از من عذرخواهی کرد که عذرخواهی هم نکرده بود طرف، برای چی حتی یک حرکت انجام ندادن که از علی احساسی بخوان که آقا تو پارلمان این طرحو بردار ببر، علی احساسی رفیق جاستین ترودو، این طرحو ببر بذار جلوی جاستین ترودو بهش بگو بابا جان آبرومون رفت، سپاهو بذارید تو لیست گروهای تروریستی. نکردن این کار رو، برای اینکه این دقیقاً کلک نایاکه که نایاک دستور داره، اونجوری که هوشنگ امیراحمدی گفت به ما که اولین رئیس تیرتا پارسی در آمریکا بود، نیویورک دستور داره هر جایی که لازم بود نقش اصلاح طلب رو بازی کنه، هر جایی لازم بود نقش برانداز رو بازی کنه. نیویورک امروز روی وبسایت خودش نوشته ما طرفدار رژیم چنج در ایران هستیم. کسی باورش میشه؟ رو وبسایتشون این رو نوشتن. ولی آن کار دیگر میکنن. رو وبسایت اصلا مهم نیست. اون ملاقات‌ها و لابی که پشت پرده دارن اون مهمه، که آن کار دیگره که دقیقاً مسیح علی نژاد و تیم این آدم که همه اتفاقاً وابستگان نزدیک نایاک هستن دقیقاً دارن لابی میکنن و عیناً حرفای نایاک رو پشت پرده ها دارن به سیاستمدارها میزنن. این انقلاب با قدرت اومد جلو، اروپا و انگلستان و کانادا و آمریکا و همه جا رفتن پای قضیه. حالا آمریکا که تروریستی اعلام کرده بود که سپاه رو همه بیان تروریستی اعلام کنن تا سفرهای دوره‌ای مسیح علی نژاد و رفقا به اسم ائتلاف که بشکنه دستم که این ائتلاف توییتر فخرآوره، دقیقاً
که این ائتلاف رو میرن شکل میدن، مثلا میرن با هر جای هر کشوری میرن صحبت میکنن، تو لیست گروه های تروریستی قرار گرفتن سپاه منتفی میشه، برای اینکه پشت پرده اینا منتقل کننده پیام نایاک هستن. من خیلی طولانی شد، ببخشید. درباره روابطش با مرجان شیخ الاسلام آل آقا و مهدی خلجی شوهر مرجان شیخ الاسلام آل آقا، پولشوهایان بزرگ اطلاعات سپاه و سایر مسائل بذارید توی بخش بعدی صحبت کنم. درود بهتون. مرسی. کیا جان مایکو بستی دوباره؟ چند بار پشت سر هم زدی رو مایک، بازو بسته میشه، یه بار بزن دستو بردار. نه اتاقم سنگینه، هنگ میکنه. چون صحبت آقای ناصر پولی هم شد و خیلی هم در مورد ایشون صحبت شد، ایشون حضور نداشتن، میخواین آقای ناصر پولی رو بشنویم تا کیا؟ من آقای ناصر پولی رو استیج نمیبینم. من تشکر کنم از آقای فخرآور در مورد مسئله که الان شما صحبت کردن، جناب فخرآور، مرجان شیخ آقا یا و مسئله دیگه. کیا جان عذر میخوام، هستم من. آره من